السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلوات بلندی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد. در ذیل آیه شریفه و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون بودیم که در مرتبه عمل و حین افعال الهی و حوادث صابرین حقیقت صبرشون آشکار میشه و به اون حقیقت عظیمی که به مرتبه انا لله و انا الیه راجعونه واصل و نائل میشن. یعنی در مرتبه صبر مرتبه به مرتبه خدای تبارک و تعالی اینها رو در حوادث و شدائد بالا میبره و بالاتر تا اینکه به این رتبه عظیم برسونه. حالا با این نگاه اگر کسی نگاه به حوادث بکنه که روز گذشته هم توضیح داده شد بیشتر معلوم میشه که اگر میفرمایند که البلاء للولا یا البلاء للانبیا ثم الامثل فالامثل، معنای حقیقتش معنای حقیقی اون به چه معنا میشه؟ یعنی در حقیقت خدای تعالی البلاء للانبیا ثم الامثل فالامثل داره اتقیا رو اولیا رو با حوادث رشد میده. پس اگر اختصاص داره به انبیا و بعد از اون به هر کی که شبیه تره به انبیاست، یه واقعیته، چون داره خدای تعالی مسئله رشد وجودی اینها که حقیقت انسان رو تشکیل میده در این ابتلاعات ایجاد میکند. لذا حالا با این نگاه ابتلا برای انسانها یک رحمت میشه، یک موهبت میشه. کسی تقاضای ابتلا نمی کند، چون در مقابل ابتلا الهی کسی تقاضا کردن یعنی تقاضای سختی کردن، یعنی باز به شأن خودم و به انانیت خودم من چی هستم؟ پابندم که میتوانم چی؟ بتونم صبر کنم. این گفتن خودش غلطه که خدایا بده بلاهاتو تا من صبر کنم. این خودش خلاف انا لله و انا الیه راجعونه که همه چیز رو از اون میبینه. اما اگر کسی تو این راه جلو رفت و ابتلاعات و سختی ها براش پیش آمد، او باکیش نیست، چون میدانه اونی که ابتلا به او ایجاد کرده از باب رحمت و عطوفت و مهربانیه. لذا صبرش هم از او میخواد، معرفتش هم از او میخواد، کمالش هم از او میخواد. میبینه این توجه اوست به این، میبیند این توجه خداست به او که اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. که انسان گاهی این شکستن ظرف و این دست اندازها از باب محبت، از باب لطف، چه در جایی که این دست اندازها برای تطهیر اون شخص باشد، چه در جایی که برای ترفیع باشد، که در هر صورت ترفیعه. حتی اون جایی که تطهیره ترفیعه دیگه، چون مانع رو داره برمیداره. این دست اندازها گاهی مانع رو برمیدارد، گاهی مقتضی رو موجود میکند. گاهی مانع رو برمیدارد دست اندازها، گاهی مقتضی رو موجود میکند، یعنی آمادگی برای مرتبه بعد را. لذا اگه امیر مؤمنان علیه السلام به اون شخص که اومد خدمت حضرت توی جمع گفت خلاصه یا علی یا امیر المؤمنین من شما رو خیلی دوست دارم، حضرت مدتی سرش رو به زمین انداخت، چشماش رو و نگاهش رو، و بعد سرش رو بلند کرد و به اون نگاه کرد و فرمود صدقت، راست میگی، راست میگی. و این تأیید باعث شد که سرور در مجلس حاکم بشه که این شخصی که خودش رو محب به حضرت مینامید تصدیق شد از جانب حضرت که یه حقیقت تصدیقی واقعی است، نه تصدیقات تعارفی که ما میگیم. بعد اونجا حضرت به این فرمود که اما از این به بعد فلیتخذ للبلا یا للفقر، مختلف وارد شده، جلبابا، خودتو آماده بکن که از این به بعد فقر یا بلا از سر تا پای تو را می پوشاند.
این موهبت حالا با این نگاه یا عقابه؟ این که در حقیقت وقتی که کسی اظهار محبت میکند به امیر مؤمنان و حضرت تصدیقش میکند، این موهبت یا بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، داره این حقیقت تو وجودش، منتها فهم این خیلی سخته. ما متعارفش این است که وقتی سختی میاد میگه معلومه خدا از ما رو برگردونده، معلومه خدا به ما کاری نداره. ولی برعکسش در روایات وارد شده که اگر دیدید نعوذ بالله به معصیتی مشغول هستید و گاهی از شما معصیتی صادر شده، اما هیچ مانعی، هیچ رادعی، بلایی، چیزی بر سرتون نمیاد در دنیا، بترسید که شاید در مقام استدراج قرار گرفتید و خدا شما رو رها کرده. یعنی در نگاه و منظر اولیا این که حتی کسانی که اهل گناه نیستند، در روایت دارد که سالی یک بار شده به تب حتی مبتلا میشن تا اینکه چی باشه؟ نظامت اگر یه موقع یک ترک اولایی هم ازشون صادر شده تطهیر بشه. حالا ما که اگر بخوایم تطهیر بشیم باید روزانه چندین بار خود بکشنمون و زندمون بکنن، موت و حیات برامون ایجاد کنن. حالا خدای تعالی به موت و حیات ما لحظه به لحظه واقع نمی کند، به بعضی از بلایا این دیگه البته گفتنش ساده است، اما اینکه بلا بیاد انسان این گونه ببیند، این خیلی سخته. هیچ کدوم مردش نیستی، اونم باید بسپاریم به خدا که به ما رو اهل این مسئله بکند. و الا گفتنش ساده است، اعتقادن میتونیم معتقد بشیم به اینکه همچین مسئله ای از روایات در میاد که ابتلاعات اینها از باب ترفیع، به خصوص به ما گفتن وقتی که دیگری رو میبینید مبتلاست، حتما بنا رو بگذارید که خدا او را دوست دارد، میخواد بالا ببرد. اگر خودتون دیدید مبتلا شدید، بگید چه کردم که این میخواد من رو تطهیر بکند. یعنی به خودتون که بلا نازل شد نگاهتون این باشه که چیه؟ یک کاری از من، خطایی سر زده که خدای تعالی نظام تطهیریش رو نازل کرده. اگر از دیگران دیدید، اینم از اون بحثای به سلام عجیبی است که خدا نسبت به بندگانش خیلی ساتره، ستاره. اینجور نیست که یک کسی که بد باشه مبتلا بشه و یک کسی که خوب باشه مبتلا نشه، یا یک کسی که خوبه مبتلا بشه یکی که بده مبتلا، نه. گاهی بدی داریم که مبتلا نمیشه، دقت میکنید، بده مبتلا نمیشه، رهاش کرده خدا. بدی است که مبتلا میشه، خدای تعالی هنوز امید نجات نسبت به این رو باقی گذاشته تا این بلکه نجات ایجاد بشه براش. خوبی است که مبتلا نمیشه، امکان پذیره این رفتارش و گفتارش به گونه ای است که برای او مثل سلیمان نبی میشه، که مثلا عرض میکنم که سلیمان نبی ابتلایی به ظاهر نداشت، ملک و سلطنت هم براش باقی بود. ابتلاش آخرش این بود که موریانها عصاشو خوردن، وقتی اون قصر و اون عظمت و ساخت میخواست افتتاحش بکنه، روز افتتاحیش همانا و در حقیقت خره، در حقیقت بر خلاص روش و خوردن اون عصاش توسط موریانها همانا. اینم خلاصه ابتلاء اساسی بود دیگه، آخری مرتبه بود که اولیاء الهی بی ابتلا نمیشن. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، انبیا هم ابتلا دارن و ابتلا نشانه بد بودن نیست، که ابتلا در اولیا نشانه ترفیع و بلندتر شدن و سعه وجوده. یعنی برای اولیا ابتلا در حقیقت سعه پیدا کردن است، برای غیر اولیا و مؤمنین ابتلا تطهیر است و ترفیع. تطهیر است رفع امانه، ترفیع است که با همین رفع امانه چی میشه؟ بزرگ میشه، که اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون، تا اینها به سوی ما برگردند، ما به سختی ها میندازیم اونها رو تا اینا برگردن. خب پس حقیقتا نظام ابتلاعات الهی از باب رحمت رحمانیت یا رحیمیه؟ رحیمیه است، یعنی به نفع مؤمنین است ابتلاعات. بالمؤمنین رؤوف رحیم،
نسبت به مؤمنین خدای تعالی رؤوف رحیم است، لذا ابتلاعاتش هم برای اونها رحمت رحیمیه است. ابتلاعات که میخواد صبر رو و اون صفات مرتبط با صبر رو در وجود انسان گسترده تر و عظیم تر بکنه. با این نگاه خیلی تغییر ایجاد بشه به حوادث عالم، به نگاه به دیگران، نگاه به خود انسان. اقلش این است که تو نگاهمون یه همچین مسئله ایجاد بشه، با تمرین کم کم این رو ملکه بکنیم. امکان پذیره با تمرین ملکه بکنیم، با تلقین کم کم اون رو به خودمون بباورانیم. نه اینکه اگر یه مؤمنی قدم گذاشت تو وادی ایمان، بعد دید حجمه شد مصیبت‌ها و مشکلات بهش، بگه معلوم خدا منو رها کرده. خدا رها کردنش در مصیبت‌ها و فشارها نیست، منتها اینم خیلی سخته ها، گفتنش راحته. لذا کسی که در اوج مصیبته میدونه این رو، اما میبینه تحملش هم ندارد اون موقع، لذا نمیشه اون موقع ازش خیلی تحمل خواست، چون تو اون فشار و مصیبت خیلی سخته. ملامتش هم نباد کرد که بابا تو من که اینو میدونی، پس چرا عمل نمی کنی، چرا بهش این نمیشه. اون موقع خیلی باید حواسمون باشه که فکر نکنیم اگر یه موقع عز و چز و ناله دارد تو اون حالت یا شکایت دارد، بگیم بابا پس ایمانت کجا رفته. نه، خیلی سخته. خدا یه موقع نظیرش رو برای آدم نعوذ بالله سختی رو ایجاد میکنه، آدم بعد میبینه که ما هم اقلن این زبان گفتاری رو همین مقدار که میگیم دلمون خنک میشه. تو اون فشار کاری ازمون بر نمیاد، تو اون حالتی که خدای تعالی اراده کرده مشکلی رو و ابتلایی رو، کاری بر نمیاد ازمون که در بریم ازش. اما وقتی که یه گمی بالاخره ناله میکنیم، همین ناله چی میشه؟ یه خورده انگار دق و دلی آدم رو خالی میکنه. اینم از ضعف دیگه. اما در این حال این ضعف چیه؟ این ضعف رو به کسی تعریض نکنید. این اگر دیدید از کسی بهش تعریض نکنید که چرا اینجوریه. نه، اینها دیگه سر رفتناشه. اون مثل سوپابیه که روی این دیگ جوش میذارن، این چیزایی که زود پزا، که دیگه یه کمی از اون حالت انفجار اینو خارج بکنه، اینقدر رو هم خدای تعالی میبخشه. ما چه کاریم که نبخشیم؟ ما چه کاریم که ایراد بگیریم؟ لذا خیلی سخت به مردم نگیریم تو این مسائل اینجوری. تو اون موقع واعظ ناصح نشیم که بابا خدا در کار خدا. اون موقع خیلی سخت، یعنی گاهی اونجا اون طرفی که دارن بهش میگن تو دلش نفرینتون میکنه ها، حواستون باشه، میگه برا خودت پیش بیاد ببینم چی کار میکنی، اینجوری نکنی، و میگیره هم نفرین اون موقع میگیره. حواستون باشه اگر آدم کاری ازش برمیاد سبک کنه برای او، این کار رو باری رو از دوشش برداره، البته او خیلی مفیده. یعنی اگر ابتلاع او رو تونست یه قسمتیش رو این برداره که او سبکتر بشه براش، البته او خیلی مهمه. نه اینکه فقط نصیحتش بکنی، اونجا جای نصیحت اون موقع نیست. او خودش خدا داره آنچنان نصیحتش میکنه که دیگه اگر ما بگیم خدا هم خوشش نمیاد، چه برسه به بنده خدا. خب اینم از باب خست رفقه. بله، مراتب دیگه، این اوجشونه. یعنی نگید که همه صابرین اینا هستن، منتها صابر صیغه اسم فاعلی که به کار برده میشه، یعنی ثبات در صبرم دارن اینها. یعنی اینا اون اوجشون میشه به اینها، بشر صابرین الذین اذا عصا. این دیگه اون صابره در حقیقت، از بحث اهل صبر که تازه آغاز به صبر کرده باشن گذشته، بلکه اینها صابرن. صابر یعنی توش شدت خوابیده. بله، مقام صبر به این معنا عامه، نه مقام صبری که در مقابل رضاست. ببینید یه مقام صبر داریم در مقابل رضاست، در مقابل در حقیقت تسلیم، مقام صبر. بله، عرض میکنم، نه، یه موقع مقام صبر یه مقام مختصاتی دارد در مقابل رضا و تسلیم، اما یه موقع هستش که صبر تو هر مرتبه ای معنای خاص، یعنی تو رضا هم صبر معنا پیدا می کند، که اونجا هم کسی که راضی هم هست به صبر مبتلا می شود، منتها صبرش از مبدأ رضا محقق می شه. لذا صبر برای انبیاء گرامی هم محقق است، با اینکه اونها تو مقام رضا و بالاتر هم هستند. این مرتبه صبر بشر صابرین عامه، که انا لله و انا الیه راجعون،
کسی که به این به اصطلاح گویاست و در درونش به این مقره مقره، نه فقط لفظ، خیلی عظیمه که توحید افعالی رو تاماً پیدا کرده. انا لله، خب این انا لله و انا الیه راجعون دو نگاه داره، یکی این که صبر تو همه مراتب هست و این به انا لله هم میرسه، یکی این که کسی که در موطن صبره، این وقتی که در حقیقت بشر الذین اذا اصاب قالوا انا لله و انا الیه راجعون، هم به این متحقق، هم مقام انا لله و انا الیه راجعون یه مقام واحد نیست، یعنی انا لله و انا الیه راجعون یه مراتب تشکیکی دارد، لذا هم در صبری که دارد متحقق به انا لله و انا الیه راجعون است، هم تقاضای انا لله و انا الیه راجعون رو دارد، یعنی متحقق به مرتبه ایشه، تقاضای مرتبه بالاتر رو هم دارد، لذا این صبر و حادثه ای که برای او پیش میاد، چون امکان نداره حادثه پیش بیاد فقط این بخواد انا لله و انا الیه راجعون رو که متحقق است بیان بکند، چون خدای تعالی در مقام ظهور این خصوصیت کمال بالاتر رو براش قرار میده. پس اگر این به توحید افعالی رسیده، باید توحید افعالی موطنش با توحید افعالی که از او متوقع است با آمدن این حادثه، او بالاتر از این باشد تا بتونه بالاتر بره، رشد محقق بشه. لذا انا لله و انا الیه راجعون صاحب مراتب مختلفی است، از مرتبه لفظ شروع میشه تا به مرتبه معنا و توجه به مفهوم کشیده میشه تا به مرتبه تحقق، اونم با تمام مراتب تشکیکی تحقق، همه اینها جزء انا لله و انا الیه راجعونه. لذا صبر هر موطنی با مرتبه از او تلاعم دارد. البته باید یه خود بلندتر بگیم، من گوشام خلاصه. بله نگفتیم تقاضای دفعشو، من اینو گفتم، نه تقاضای دفعشو کردن از خدا وارد شده، منتها از خدا، یعنی انسان دنبال حل مشکل باشد، نه بنشینه تا مشکل رو سرش خراب شه فقط. خدای تعالی مشکل رو ایجاد میکند، حادثه را ایجاد میکند، به انسان میگه حرکت کن تا با توکل بر من و با تکیه بر من مشکل رو برداری. خود این یه امر الهیه که در صدد چی باشه، اما منتها انسان یه موقع مشکل که پیش میاد میره سراغ دیگران و شاکی از خدا میشه، میگه این نه، این جدا، این اگر شد این بشر صابرین نیست. اما بشر صابرین اون نیست که وقتی مشکل پیش میاد با تکیه بر خدا، اعتماد بر خدا شروع میکنه به این که در مقابل مشکل خودشو از مشکل نجات بده. البته اینجوریست، یعنی باید قدم برداره منتها با تکیه بر خدا. خدا میخواد تو مشکل او را متوجه به خودش بکند، از قدرت ها و القه های دیگه جداش بکند. هر ابتلایی که پیش میاد خدای تعالی تو اون ابتلا، اینم یکی از نکته های جالبه، هر ابتلایی که پیش میاد خدای تعالی تو اون ابتلا میخواد انسان رو از غیریت انسان تو اون رتبه جدا بکند، چون انسان غیریت های مختلفی دارد، هر رتبه ای و هر مرتبه برای انسان یه غیریتی دارد. همچنان که ابراهیم خلیل الرحمن هم در اون اوج کمالش باز غیریتهاش جدا می شد از ابتلا ابراهیم، که همون جا هم غیریتها از ابراهیم چی میشه؟ تو اون مراتب نبوت، منتها غیریتها در ما ظلمانی، محبتها و تعلقامون در انبیاء اعظام نورانیه، یعنی اون حجابهای نورانی که غیریت باز هم از اونها برداشته میشه، در ما حجابهای ظلمانی از ما برداشته میشه، تعلقهای وهمانی برداشته میشه. از انبیاء تعلقاتشون وهمانی نیست که ظلمانی باشه، تعلقاتشون نورانیه است. تعلقات نورانیه و تعینات نورانیه و حجابهای تعینی نورانیه هم از اونها به واسطه این در حقیقت مشکلات برداشته میشه. البته ولی قدم باید برداشت برای رفعش. بله، حجاب نورانی حجابی است که گاهی به اصطلاح برای انسان پیش میاد، حجاب مان به اصطلاح کثرت‌های گناه و معصیت و غفلت و اینها نیست. ما یه حجاب‌های ظلمانی داریم که بر اساس وهم انسان نشأت میگیره،
مثل اینکه من فرزندم، علاقم به فرزندم به گونه‌ای باشد که اگر در مقابل یک امر الهی قرار گرفتم، علاقه به فرزندم برای من ترجیح پیدا کند. این یک حجاب ظلمانی و معصیت. اما اگر انسان حتی دل می‌بندد مثل ابراهیم خلیل به اسماعیل، که اسماعیل رو به عنوان یک ولی دل ببنده، حتی به این مقدار که باید این هم از وجود ابراهیم نه از ما، ما با دل بستن باید این دل بستگی همون رو نجات بدیم، اما اون نبی اولوالعزمه، دقت میکنید، اون حجاب نورانی هم باید از وجودش کنده بشه که امر میشه که انی ارا فی المنامه انی از بهوک، که تو رو ذبح میکنم. همین هم خیلی سنگینه، این ابتلا خیلی ابتلا سنگینیه که پدر به دست خودش فرزند نورانی، اون نبی الهی، اون در حقیقت به اصطلاح سرسلسله سلالهی که ابراهیم میداند خواهد آمد که این گونه است، رو به دست خودش مأمور بشه سر ببره. این خیلی سخته که آدم تا اینجا بگه چش. این دیگه بحث پدر و پسر نیست که فقط یک حجاب ظلمانی باشه، فقط در یه مرتبه باشه. البته پدر و پسر هم یه مرتبهش حجاب ظلمانیه، یه مرتبهش حجاب نورانیه. این که تعلق باعث بشه انسان در مقابل خدا به ایسته میشه ظلمانی، اما این که پدر و پسر رو خدا به عنوان یک رابطه قرار داده نورانیه، همین مقدارش هم. اما این نورانیت در مقام ابراهیم علیه السلام فوق این مسئله بود که فرزندش نبی از انبیا و ولی از اولیا و سرسلسله اولیایی که خواهند آمد، این فرزند رو امر به ذبح بشه، با همه اینها دم در نیاره که خدایا پس اون سلسله چی میشن؟ پس اون حقایق نوریه که در صلب او هستند چگونه خواهند بود؟ چون داره که در روایات که آباء پیغمبر اکرم، هر در حقیقت پدری فرزندی که بعدها اون فرزند مبدع فرزند بعدی که این صلب خواست ادامه پیدا بکند به دنیا می آمد، یک نورانیت ظاهریه هم در اون صلب قرار داشت که دیگران هم می یافتند. لذا دیگران هم که می دیدن این نور انتقال پیدا می کرد که خودش یک علامت بود خود این. خب معلوم میشه که ابراهیم خلیل که قطعا دیگران می یافتن، ابراهیم خلیل به طریق اولا این صلب رو می یافت که سرسلسله است، اما امر به ذبح میشه، یک کلام هم نمیگه خدایا پس اون چی میشه، چون میداند که همونجور که دیروز عرض کردم به اون نبی امر شد برو این کوه رو بخور، نگفت کوه نمیشه خورد، گفت وقتی خدا میگه بخور پس معلومه میشه خوردش. رفت جلو به سمت کوه، هرچی رفت به جای اینکه آدم میره جلو کوه بزرگتر بشه، چون از دور کوه کوچیکتر نشون میده، هرچی رفت جلو کوه کوچیکتر شد، تا اینکه دید یک لقمه شد گذاشت دهنش، دید امر الهی. اگر کسی باور داشته باشه به این، اگر کسی باور داشته باشه اینجوری میشه براش، همه چیز کوچک میشه در مقابل اطاعت امر الهی. لذا اگر امام با این باور صحبت میکرد و میگفت اگر همه هم مقابل ما بایستن ما تا آخر ایستاده ایم، این باور رو داشت که همه کوها وقتی که ادام داره اطاعت امر الهی میکنه همه لقمه است، کوچکتر از لقمه است. ولی این باور که نیست، هرچی که هستند عظیمتر از اونم دیده میشن. تازه هرچی که هستند وقتی که آدم این باور توحیدی تو وجودش نیست، یک لقمه رو کوه میبینه. اون موقع وقتی این باور نیست یک لقمه رو کوه میبینه، اینجوریه. لذا امام صادق علیه السلام این روایت شریف که هر چی بخونیم این روایت رو کمه، ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، هر قد نیت قوی تر باشه بدن در مقابل اون عزم و نیت کم نمیاره. لذا انبیا اولوالعزم از انبیا هیچ چیزی در مقابلشون بزرگ نبود دیگه، اولوالعزم من الانبیا بودن، صاحبان عزم بودن. لذا عزم هر جا در کار باشد اون فعل کوچک میشه، هر قدر عزم عظیمتر باشد، عزم با رزه عظیمتر باشد، خلاصه چی میشه؟ فعل کوچکتر. این یه اصل مسلمه در نظام توحیدیه، این یه اصله. بعد هم بیشتر بهش، بعد اینجا میفرماید که ما میخواستیم این اخلاق رو هم برسیم. ثم انه تعالی ملکه بالعز، پس اگر این انا لله و انا الیه راجعون میگه همه ملک ها قوا افعال مربوطه به خدای تعالی است، لذا دادنش و گرفتنش به من چه ربطی داره؟ خدا مالکه،
داده، حالا هم داره میگیره. خدا گفتنش ساده است، اینا که من دارم میگم دائم این رو میگم که خدای تعالی بر ما اخذ نکند این رو. نگید چرا هی تکرار میکنی، چون این تکرارش که اینا گفتارش ساده است و انجامش سخته، برای اینکه خدا اخذ نکند بر ما، بگه ادعا کردی حالا بیا بذارم تو کاست. نه، ادعا نداریم، داریم این رو میخونیم، اینجایی که اینجا نوشته همین رو داریم میخونیم. اگر خدا یا همین هم خلاصه سخت نخونیم این رو، هم بگیم دوستان خودشون مطالعه بکنن. میترسیم از خدای طرف ما کسی است که او در حقیقت میگه اگر چیزی هم به ذهنتون اومد گاهی به زبان نیارید، که به زبان آوردن گاهی اون به اصطلاح علت تامه تحقق میشه. اما ما دائما پناه میبریم به خدای تعالی، میگیم خدایا داریم مفهومش رو زمزمه میکنیم، داریم تو مکتب داریم الفبا یاد میگیریم، اما این الفبا چی دلالت داره رو کاری نداریم، همین داریم الفبا یاد میگیریم. میفرماید که ان وجود الانسان و جمیع ما یتبع وجوده من قوا و افعاله قائم الذات بالله الذي هو فاطره و موجده فهو قائم بهی، این موجود قائم است به خدا، مفتقر و مستند الیه به خدا، فی جمیع احواله من حدوث و بقاء غیر مستقل دونه، هیچ استقلالی دون خدا ندارد. اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالب ها، هیچ چیزی از خودش نداره. فلربهی التصرف فی، اگر این گونه است که هیچ استقلالی از این طرف نیست، فلربهی التصرف فی کیف شاء و لیس للانسان من الامر شیئون از لا استقلال له به وجه اصلا، فله الملک فی وجودهی و قواه و افعالی حقیقتن، خدای تعالی ملک برای اوست، مالکیت برای اوست. ثم انه تعالی ملکه بالاذن، خدا این ملک رو، این ملک را ملکه بالاذن تملیک میکند به ما به اذن، با اجازه خودش. منتها تملیک کردن به اذن در دنیا چیه؟ من شما رو وکیل میکنم در اینکه مالک دارایی های من باشید و عزل میکنم خودم رو از دخالت، یا میفروشم به شما، دیگه خودم قدرت تصرف ندارم، این تملیک دیگرانه. اما تملیک الهی این گونه نیست، تملیک الهی در حقیقت مالکیت از خودش به هیچ وجه نه محدود میشه نه خارج میشه، بلکه این تملیک فقط در حد اذن در تصرف است، اذن در تصرف است که اذن در تصرف این پیدا میکند، اما اگر نبود این اذن در تصرف هم نبود. بله، خب اگر اینجوری بود ماها مثل یه بچه میمونه، بگیم که بچه از اولش دلش میخواست درس بخونه؟ نه، دلش میخواست سختی بشه، هرچی بهش توضیح بدی بابا این درس نتیجهش اینه ها، میخواست؟ ما بچه ایم، اگر قرار به اختیار خودمون باشه خدا بگذاره بیچاره بودیم. اینم رحمت رحیمیه حق است که به اذن ما نگذاشته نزول بلایا رو، اگر میذاشت نزول بلایا رو به اذن ما، هیچ کدوممون تا اینجا هم نمیومدیم، هیچ کدومون تا اینجا هم نمی اومدیم، هممون همون مرتبه کودکیمون تا آخر حفظ میمون، همون دوست داشتیم تا آخر اوا بکنیم، شیر رو بذارن دهانمون، آب رو بذارن دهانمون، از اون مرتبه خارج نشیم. قبول ندارید؟ همین که را بیفتیم بخوایم بریم قضا به دست بیاریم هم آقای بگداری زحمت میکشید، خلاصه زحمت یه صلوات هم بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر. اگه زحمت نیست خودتون بذارید یه دونه اینجا ما خیر ببینید، دستت درد نکنه، دست شما درد نکنه. بله، متوجه صدات نمیاد، من چون یه خود سر مخوردم گوشم هم سنگ. نه دیگه، ایشون اومد اونجا من دیدمش وایساده، قرصه شیرونی هم دستشه دیگه، این دیگه چم آهنگه شیرونی دستشه وایساده، گفتیم خب شیرونی پخش کن دیگه. بله، بعد میفرماید که خدا رحمت کنه آقای بهادینی یه دفعه خلاصه جمعیتی نشسته بودن، یه شب عیدی بود، خلاصه یه دست پول 50 تومانی، اون 50 تومن اسکناسی بود، در آورد داد گفتش که اینو پخش کنید، پخش کردیم دیدیم به همه رسید، اینم تمام شد، هیچکی نماند که نگرفته باشه. گفتیم آقا مثل که به اندازه هم شما مثلا
گفت دیگه به ایناش کار نداشته باشید، دیگه به ایناش کار نداشته باشید. حالا شما به ایناش کار نداشته باشید، کرامات ما همینجور بماند، خیلی علنیش نکن. بله، بعد می‌فرماید که ثم انه تعالی ملکه بالعز، که این در حقیقت خدای تعالی با اذنش در حقیقت این رو تملیک میکند به ما، ملکه بالاذنه نسبت ذاته و منهن، که مال شما نسبت ذاتیه، ملکه بالاذنه نسبت ذاته، با اذن این رو به ذات خودش نسبت میده، به خودش منتسب میکند. و من هناک یقال للانسان وجودون، این در حقیقت اینجور بگیم، به اصطلاح تعجیل کردیم، حواس ما رو برد ما رو تو کراماتمون، غافل شدیم از ذاتمون. میگه ثم انه، ببین آدم زود مغرور میشه به کراماتش، دیدید نباید به دیگران کراماتشون نشون داد. ثم انه تعالی ملکه بالاذنه، تملیک کرد بالاذن، منتها این تملیک به اذن گاهی نسبت از ذاته، گاهی نسبت از ذاته، که در حقیقت و من هناک یقول للانسان وجودون، یعنی ذات انسان رو، وجود انسان رو که به انسان میدن، که اون نسبت ذاتش گاهی این در حقیقت تملیک، گاهی تملیک نسبت قواه و کذا نسبت قوا و افعاله، پس گاهی نه خودش هست الان، اما قوا و افعالش رو داریم نسبت میدیم به خدا، پس هم ذاتش منسوب است هم قوا و افعالش منسوب است. و من هناک یقال للانسان قوا کسمع و البصر، و یقال للانسان افعال کلمشی و نطق و الاکل و شو، و لولا الاذن الالهی لم یملک الانسان ولا غیره من المخلوقات نسبتا، هیچ چیزی رو مالک نبود، نسبتا من هذه نسب ظاهره. پس اگر انسان بفهمد که همین نسبت های ظاهریه که دست و گوش و نمیدونم چشم و پا و قوای به اصطلاح ادراکیه و همه اینها، حتی وجود اینها رو خدا به من اذن داده، با اذن الهی نسبت به مؤمن و کافر این الان محقق شده که ما احساس مالکیت و حال مالکیت رو داریم، و الا اگر این اذن الهی نبود هیچ کدام از اینها هم نه در مؤمن نه در کافر نبود. اینم یه اذن الهی است که محقق شده، این رو هم این گونه ببینی، فقط هم در مؤمن نیست، در کافر هم همین اذن خدای تعالی محقق کرده، فقط هم در انسان نیست، حیوان هم این اذن براش محقق شده و اون همین مالکیت و نسبت به قوای خودش احساس میکند، حتی نبات هم این به اصطلاح اذن رو دارد که اون برگ و بار و خور اینها رو مرتبط با خودش میبینه، لذا به مقداری که ادراک برای او هست، میبینید اگر جلوش سد میشه تمام توان این گیاه صرف میشه تا راهی به سوی نور پیدا بکند، تا خودشو نجات بده، اینم اذن در این است که احساس مالکیت به خودش داره تا راهی برای نجات خودش پیدا بکند، چه در جانب ریشه چه در جانب ساقه. بله، ولولا الاذن الالهی، اینا اگر آدم توجه بکنه بهش میبینه که همه چیز به اذن اون وقت در خیلی برای آدم درس میشه. و لولا الاذن الالهی لم یملک الانسان ولا غیرش من المخلوقات نسبتا من هذه نسب الظاهره، هم انسان هم بقیه مخلوقات که حیوان و نبات و همه، لعدم استقلال فی وجودها من دون الله، چون هیچ چیزی بدون خدا استقلالی ندارد. و قد اخبر سبحانه ان الاشیاء سیعود الى حالها قبل الاذن، اذن محقق شده الان هست اما اشیاء برمیگردن دوباره به حالت قبل از اذن، در معاد همه اشیا برمیگردن به حالت قبل از اذن. چه خوشه اون لحظه، یعنی این اذن خودش در عینی که اذنه یه راه برای این است که انسان عبور بکنه تا مالکیت حق رو بیابد، شده یه حجاب برای ما که مستقل میبینیم و متوقف میشیم، اما اونجا به زور آدم رو چیکار میکنن؟ عبور میدن. اگر این به اختیار محقق بشه که انسان عبور بکند و اینها رو مالکیت او را ببیند، او میشه قیامتش قیام کرده، اما اگر کسی عبور نکرد و قیامتش قیام نکرد و مالکیت مطلقه حضرت حق رو ندید، عبورش میدن. پس چه خوش است دیدن مالکیت حق و نبود این اذن. نبود این اذن یعنی عبور از اذن، نه اینکه اذن که یه فعل الهیه بگیم بده، نه، عبور از این اذن و رسیدن به اون مالکیت، چه خوشه این.
که اون در قیامت محقق میشه، اصلش برای همه. اینجا مقدماتش رو ما با همین عبادیاتی که امر کردن بهمون، با این عبادیات امید داریم، با این عبادت ها و اوامر الهیه، با اینکه نفهمیدیم، با اینکه نمیدانیم، اما محقق شده باشد اونجا متجلی شود. امید به این داریم که حتی اگر اینجا منتقل نشدیم، ولی با اوامر الهی و نواهی و اطاعت اونها، این حقیقت در اونجا برامون آشکار بشه، منتها به عنوان نه عقاب و جزا، بلکه به عنوان فعل خودمون، به عنوان نتیجه اون، خلاصه چی؟ نتیجه اون رشد خودمون که ثواب ما باشد و جزاء ثوابی باشد، نه جزاء. جزاء عقابی یعنی بقیه هم اینجور میبینن، اما وقتی که میبینن اون موقع خودش رو میبینه در لایه‌های اون مالکیت‌های اعتباریه، بعد میبینه که اینجا هم در حقیقت همه اونها پوچه، میبینه خودش پوچه اون وقت، چون میبینه همه اون مالکیت‌های اعتباری که دل بسته و خودش میدید و خودش رو مالک میدید، اینجا دیگه خبری از اونها نیست. اونجا این فشار که خودش رو پوچ میبیند، خودش رو هیچ میبیند، خودش رو در حقیقت هیچ آمادگی برای اون مالکیت ندارد، اون میشه عذاب علیم برای او. اما ما که با این اطاعت اوامر و نواهی انشالله این رو ایجاد کردیم، حالا مراتبش که اونجا که میرسیم، اینها متجلی میشه که به امر او بودیم، یعنی او رو مالک میدیدیم، به اطاعت او بودیم، یعنی او رو مالک حقیقی میدیدیم. لعدم وقد اخبر سبحانه ان الاشیاء سیعود الى حالها قبل الاذن ولا يبقى ملک الا لله وحده. ما تا اینجا تعبیر به حد ما بیان کرده ایشون. سیعود الاشیاء الی حالها قبل الاذن، تحولی در حال اشیاء نمیشه، بلکه تحول در چی میشه؟ تحول در ادراک انسان میشه. این ایشالله باشه طلبتون که تحول سیعود الی حالها، و الا عالم الان هم مالکیت مطلقه حق توش آشکار است، اون روز بارز میشه، و برزو لله الواحد القهار، اونجا بارز میشه، نه اونجا محقق میشه، نه اونجا اینا میرن دوباره اونجوری میشود، نه اینجوری هست، اما انسان امروز غافل از اینه، اونجا غفلت معنا پیدا نمی کند از این، همه مییابن. لذا این در ادراک انسان حقیقتا تغییر ایجاد میشه. حالا این البته منافاتی با اینکه در بیرون هم تغییراتی محقق شده باشد نداره، اما اون تغییرات بیرونی برای این تغییر در ادراکه، نه اینکه اونا خودشون مستقل باشه. و بله، ولا یبقا ملکن الا لله وحده، در اونجا آشکار میشود برزو لله الواحد القهار، که همه چیز برای خدای تعالی. قال تعالی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، و فیه رجوع الانسان به جمیع ما له و معه، با به جمیع اون چه که برای اوست، ما له و معه، به جمیع مالهی نخونیدا، به جمیع ما له و معه الالله سبحانه، بر آن چه که برای او هست و با او هست، همش الالله سبحانه چی میشه؟ رجوع پیدا میکنن. ما له و معه، اینا اعم از صفات افعال، دقت میکنید، ما له و معه که صفات افعال، افعال حسنه و افعال سیئه، همه اینها خلقکم و ما تعملون، خدای تعالی شما رو خلق کرد، و ما تعملون، آنچه که انجام میدید. فهناک ملک حقیقی هو لله سبحانه لا شریک له فی، لل انسان و لا غیر انسان شریک نیست، و ملک ظاهری سوری کملک الانسان نفسه و ولده و ماله و غیر ذالک، و هو لله سبحانه حقیقتا، و للانسان به تملیک تعالی فی الظاهر مجازن، تملیک فی الظاهر مجازن، نه تملیکی که ما میشناسیم حقیقتا تملیک شده باشه، ما مالک شده باشیم، دقت میکنید، فی الظاهر مجازن. فاذا تذکر الانسان حقیقتا ملک تعالی و نسبه الی نفسه، اگر خودش رو مالک ببیند، فوجد نفسه ملکن تلقن، اگر دقت بکند، فوجد تذکر، اگر انسانی متذکر باشد حقیقتا ملکش را، که حقیقتا ملکهی، فایضا تذکر الانسان حقیقت ملک تعالی، اگر کسی حقیقت ملک خدای تعالی را متذکر باشد، و نسبه الی نفسه، نسب ملک را الی نفسه، فوجد نفسه ملکن تلقن لربه، مالکیت نفس خودش رو هم ببیند که به خدا منصوب است تو این نگاه حقیقی،
که ملک تلق رب هستن و تذکر ایزن ان الملک الظاهری فی ما بین الانسان و من جملتها ملک نفسهی لنفسهی و مالهی و ولده، اینها رو اگر ببیند که سیبتل و یعود و راجعن الى ربه، سیبتل اینها باطل می شوند، فیعود و راجعن الى ربه وجد انه بالاخرت لا یملک شیئا اصلا، می بیند که در همین دنیا هم مالک هیچ چیزی نیست. مثل یه خزانه داره، خدا میگه انفاق کن، میگه چشم میده، منتها این گفتنش راحته بازم. خدا میگه بده، میگه من خزانه دارم مثل صندوقدار بانک، حواله 1 میلیارد میده به راحتی، 1 تومن میده به راحتی، براش فرقی نمیکنه 1000 تومن باید بده یا 1 میلیارد بده. چرا؟ چون از جیبش نمیره. آدم که از جیبش میخواد بده، من ملکه استعصره، کسی که مالک میشه و احساس مالکیت میکنه خودخواه میشه، اما کسی که مالکیت احساس نکنه خودخواهی ندارد. این روایت شاید جزو نصایح لقمان حکیم باشد که من ملکه استعصره به فرزندش، که هر کی مالک میشه، حالا بزنید شاید، نمیدونم، تو ذهنم از خیلی سابق میاد، ولی کلامی بسیار کد عظیمی است که من ملکه استعصره، استیصار میکنه برای خودش و خودخواه میشه. لذا اینجا ای کسی خود مال خودش ندید خودخواه نمیشه. میگه لذا امام رضا علیه السلام سائل که اومد پیشش به خادم گو 1000 تا بده، گو 1000 زرد بدم یا سفید، طلا یا نقره، گو ببین چی به حال این مفیده، برای من که فرقی نمیکنه. گفتنش ساده است که برای من زرد و سفید از مالم بخوام بدم فرق نکنه، اون مال این است که خودشو خزانه دار میبینه، حواله 1 میلیاردی بیاد میگه بده، هیچ باکش هم نیست، تمامم که میشه دستاشو یه تکون میده بلند میشه میاد، نه قصه داره اون صندوق داره بانک، نه غمی داره که امروز چند میلیارد من دادم بعد احساس بکنه ناراحته، نه اگه پرداختی هم یه روز نکنه هیچکی نیادم خوشحال نمیشه، نه خوش، مگر بخواد سنداشو که میزنه میگه امروز سند نمیخواد بزنیم، و الا سندش 4 تا 0 جلوش باشه یا 5 تا 0 جلوش باشه یا 10 تا 0، برای یه 0 اضافه داره میزنه، نه بیشتر، همین مقدار فقط فرق میکنه، نه بیشتر. لذا میفرماید که بله، فیعود راجعاً الی ربه وجد انه بالاخره لا یملک شیئاً اصلا، لا حقیقتا ولا مجازا، و اذا کان کذلک لم یکن معنا للتاثر عن المصائب، همه مصائب اینجوری میشه، الموجبه للتاثر عند اصابتها، فان التاثر انما یکون من جهت فقد الانسان شیئا مما یملک، مالکیت احساس بکند، حتی یفرح به وجدانه و یحزن به فقدانه، و اما اذا اذعن و اعتقد انه لا یملک شیئا لم یتاثر و لم یحزن، و کیف یتاثر من یؤمن بان الله له الملک وحده یا له الملک وحده یتصرف فی ملکه کیف یشاء. این مسئله که تا اینجا میرسه، مرحوم علامه از اینجا انتقال پیدا میکنه که مسالک اخلاقی رو که این نتیجه عظیم رو میتونه منتج بشه رو و منشأ بشه رو بیان میکنه، که چند مسلک، 3 مسلک بیان میکند، بعد میگه غایت هر مسلکی تا کجاست و اون غایت آخرین مسلکی که به اینجا میکشونه انسان رو چگونه است. لذا اگر انسان توجه نداشته باشه خلط بین این 3 مسلک میکنه، گاهی قسمتی از این رو میاره و قسمتی از اون رو، و در تعلیم و تربیت خودش و دیگران موجب اشتباه میشه. حالا ببینید این 3 تا رو ایشون تفکیک میکنه، خصوصیاتش رو، جزو مهمترین بحث هاییست که تو المیزان، با اینکه 2-3 صفحه است، اما جزو مهمترین بحث هاییست که این بحث الاخلاق، مکاتب اخلاقی که در اینجا آورده الاخلاق، انشاءالله در محضرش باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان برای همدیگه و برای نظام و برای رهبر نظام تو این ایام اجابت دعا و برای نظام اسلامی و رهبری به خصوص حفظش از آفات، حتما دعاهای کثیره و دعاهای شدیده داشته باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.